سلام، من الهه میرافسل هستم و تو این آموزش میخوام بهتون تابلوی چشم نظر با تکسچر رو یاد بدم. پس با من همراه باشید. تو مرحله اول برای کشیدن تابلوی چشم نظر نیاز به کشیدن 3 دایره داریم. اگه تو خونه پرگار ندارید و طریقه درست کردن پرگار تو خونه رو هم بلد نیستید، حتما آموزش تابلوی طرح خورشید برجسته رو نگاه کنید که لینکش رو هم این بالا براتون گذاشتم، هم تو کپشن براتون گذاشتم. من اونجا کامل بهتون نحوه درست کردن پرگار با استفاده از یه تیک مقوا رو یاد دادم که باهاش بتونید تو هر سایزی که دلتون میخواد دایره بکشید. من دایره اولم رو به شعاع 4 سانت و دایره بعدیم رو به شعاع 8 سانت از مرکز و آخری رو هم به شعاع 11 سانت از مرکز کشیدم. یعنی فاصله دایره اولم با دومم 4 سانت و فاصله دومی با سومی 3 سانته. حالا میریم سراغ رنگ‌آمیزی تابلومون. رنگ آبی و مشکی رو با هم ترکیب می‌کنیم و یه سرمه‌ای تیره به دست میاریم. با این رنگی که به دست اومد، یه دایره 1 سانتی تو مرکز دایرمون رنگ می‌کنیم. بعدش رنگ آبی و سفید رو با هم مخلوط می‌کنیم و یه آبی آسمونی روشن بهمون میده. دور دایره 1 سانتی که سرمه‌ای کردیم رو باهاش رنگ می‌کنیم. و بعد با آبی و مشکی یه سرمه‌ای روشن‌تر نسبت به مرکز کار می‌سازیم و دور این آبی آسمونی رو رنگ می‌کنیم. و این دوتا رنگ رو همونطوری که تو آموزش‌های قبلی یاد دادم با هم محو می‌کنیم. ولی نمی‌خوایم محو کردنش دقیقاً شبیه دایره باشه و منظم باشه. بعد برای حلقه دور این دایره اول رنگ سفید رو میزنیم، بعد رنگ آبی آسمونی تیره تر رو دورش میزنیم و این دوتا رنگ رو هم به صورت نامنظم با هم محو میکنیم. حلقه آخر رو هم با رنگ مشکی کامل رنگ میکنیم. اگه دیدید تابلوتون با یه دست رنگ کردن خوب کاور نشده، برای بار دومونو همین جوری که بهتون یاد دادم رنگ کنید و بذارید کارتون خشک بشه. حالا میخواییم بریم سراغ تکسچر گذاری. دور تا دور دایره رو با استفاده از کاردک تکسچر سرامیک میذاریم و بعد با لبه کاردک روش خطهای شعاع‌گونه رو به وجود میاریم. توی این مرحله حالا تکسچر سرامیک رو با رنگ اکریلیک یا چسب چوب قاطی می‌کنیم و توی قیف پلاستیکی یا کیسه فریزری که ضخیم باشه می‌ریزیم. اینکه تکسچر رو با چه نسبتی با رنگ اکریلیک و یا چسب چوب مخلوط کنید رو کامل تو آموزش ساخت تکسچر سرامیک خونگی براتون توضیح دادم. اگه اون آموزش رو ندیدید، لینکش رو همین بالا و هم توی کپشن براتون گذاشتم. برید و نگاه کنید.
همونطور که میبینید سر تکسچرهایی که با قیف میذاریم حالت تیز داره. برای از بین بردن این حالت کافیه یه قلموی کوچیک رو خیس کنید و به سر تکسچرها بزنید. یادتون باشه قلمو رو محکم توی تکسچرتون فرو نکنید. فقط حالت تاچ مانند. بعد میذاریم تکسچرمون کامل خشک بشه. توی این مرحله میخواییم با استفاده از ورق طلای مایهی که پوشانندگی بیشتری داره و تو آموزش ساخت ورق طلای مایه بهتون یاد دادم تکسچرمون رو رنگ‌آمیزی کنیم. چون تکسچرهایی رو که به صورت نقطه‌ای و با قیف گذاشتیم نمیتونیم با ورق طلای مایهی که با روش اول میساختیم رنگ‌آمیزی کنیم. چون برجستگیش جوری هست که شره میکنه و ورق طلای مایهمون با روش اول رقیق هستش. پس حتماً برای رنگ‌آمیزی با ورق طلای مایه از روش دومی که تو ساخت ورق طلای مایه بهتون یاد دادم استفاده کنید تا هم پوشانندگی بیشتری داشته باشه و با یه دست رنگ کردن کارتون کاور بشه و هم شوره نکنه. بعد میذارید کارتون کامل خشک بشه و زمانی که کامل خشک شد با اسپری کیلر با همون حالت و فاصله‌ای که بهتون یاد دادم به کارتون میزنید. اگه تا حالا منو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض اینکه ویدیوهای جدید میذارم یوتیوب بهتون اطلاع بده. از اونجایی که یوتیوب تو کشور ما فیلتر هست و با فیلتر شکن وارد میشیم، طبق تحقیقاتی که کردن یوتیوب از هر 10 تا بازدید یه دونه بازدید رو حساب میکنه و همه افراد رو یکی در نظر میگیره. اگه برام کامنت انگلیسی بذارید این مشکل برطرف میشه و خانواده هنری ما بزرگتر میشه. خوشحال میشم با کامنت های انگلیسیتون از پیج من و خانواده بزرگ هنریمون حمایت کنید.